روزنامه بایونیر چاپ هند با انتشار سرمقاله ای به موضوع واقعی روز آشورا و شهادت سید سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و یارانش پرداخت و آن را اولین جنایت تروریستی در طول تاریخ دانست در بخشی از این سرمقاله که توسط حسن خورشید نوشته شده آمده تنها حدود 50 سال بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یعنی در سال 632 میلادی تروریست ها ردای اسلام برتن کرده تا چهره واقعی و وحشی خود را پنهان کنند این سرمقال افزود دین اسلام خشونت را حرام دانسته و به صلح و عدالت دعوت کرده است بنابراین چرا باید چنین اقدام و جنایت تروریستی در سراسر جهان آن هم به نام دین رخ بدهد این تروریست هایی که مرتکب چنین جنایتی می شوند و ردای اسلام بر تن داشتند چه کسانی بودند در ادامه این سرمقاله آمده پاسخ این پرسش این است که بعد از حدود پنجاه سال از شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درگیری و نزاع بین گوهر اسلام واقعی و گروهی از جنایتکاران وابسته به حکومت زمانه که از سیاستی خبیسان پیروی می کردن رخ داد این گروه جنایتکار خود را خلفای وقت معرفی کرده بودند و با زور شمشیر بر مسلمانان اعمال قدرت کرده و آنها را در ترس و رعب نگه داشته بودند. و با زور از میان مسلمانان برای خود تایید جمع ولی کرده بودند این خلیفه تروریست کسی نبود جز یزید ابن معاویه در آن زمان که نمونه مشابه وی در اصر حاضر ابوبکر بغدادی بود حسن خورشید در این مقاله می افضاید ابتدای تأسیس این اندیشه تروریستی هنگامی بود که یزید خلافت اسلام را قصب کرد و به زور خواست که از امام حسین علیه السلام بیعت بگیرد اما ایشان بیعت با حکومت ظلم و فاصل را رد کرد نه تنها به خاطر تروریستی و وحشی بودن یزید بلکه به خاطر اینکه حتی رفتارهایش حرام و غیر اسلامی بود در حالی که خود را خلیفه مسلمانان مینامید در نهایت یزید نوه رسول خدا صلی الله علیه و را بین دو گزینه قرار داد یا با او بیعت کند یا کشته شود وی در پایان سرمقاله خود نوشت اگر بیعت صورت می گرفت به معنی تایید همه اقدام های حرام یزید توسط امام حسین علیه السلام بود که در نهایت وجهه اسلام را خراب می کرد لذا ایشان به هیچ وجه نپذیرفتند در نهایت در ماه محرم سال 61 هجری در صحرای کربلا آن جنایت تروریستی علیه امام حسین علیه السلام و خانواده ایشان و همراهانشان رخ داد به طوری که حتی به کودک نوزادهشان هم رحم نکردند